الان میخوایم مطالعه رو با موسا و بوته مشتعل و همه چیزهایی که در این ملاقات خاص بود ادامه بدیم. در جلسه قبلیمون از دیدگاه تاریخی نجات گفتم که این رویداد خاص در واقع نه تنها زندگی موسا رو تغییر داد بلکه نقطه عطفی برای کل تاریخ بشر و ما در دو جلسه اول به روایت اصلی پرداختیم و از این به بعد میخوام به بعضی از کاربردها و بخش های الهیاتی این رویداد بپردازم پس دوباره امشب توجهتون رو به بخش اول از خروج باب سه جلب میکنم جایی که این کلمات رو میخونیم و اما موسا گله پدرزن خود یترون کاهنه مدیان را شبانی میکرد و گله را بدان طرف صحرا راند و به هوریب که کوه خدا باشد آمد و فرشته خداوند در شعله آتش از میان بوته ای بر وی ظاهر شد و چون اون نگریست اینک آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمی شود و موسا گفت اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب را ببینم که بوته چرا سوخته نمی شود. حالا بر اساس سنت یهود این منطقه از بیابان پر از بوته های متداولی بود که بوته خار بودند و فرض تاریختان های یهودی این بود که این بوته خاص یک بوته ساده و عادی بود و ارزش زیادی نداشت. و وقتی این تجربه برای موسی اتفاق افتاد اولین چیزی که به نظرم باید درک کنیم اینه که هیچ چیز مافوق طبیعی در این بوته نبود. این یک خارباته معمولی و عادی بود و کاری رو میکرد که بوته های خار معمولی و عادی در بیابان میکنن. و اینطور نیست که معجزه ای اتفاق افتاد که خدا کاری کرد که بوته بسوزه و بتونه بدون از دست دادن موادش در فرایند سوختن تا ابد به سوختن ادامه بده این یکی از جاهایی در کتاب مقدس هست که کلامی که میخونیم میتونه کمی گمراه کننده باشه چون موسا این تجربه رو از دیدگاهی توصیف میکنه که دیدگاه پدیده منطقی مینامیم یعنی اونطور درباره‌اش به ما میگه که به نظر میرسید اون داره با گوسفندانش در بیابان میره این پدیده عجیب بوته مشتعل رو میبینه و برمیگرده تا ببینه که این بوته مشتعل چیه متحیر میشه از اینکه این بوته با اینکه مشتعله اما نمی‌سوزه. حالا به نظرم شاید چیزی که موسی دید آتشی در بوته بود. کنار بوته نبود. بالای بوته یا روی بوته نبود. مثل شعله و زبانه‌های آتشی که در روز پنتیکاست اومد. بلکه از دیدگاه موسی آتش از داخل بوته میومد. اما صحبتم اینه که ارزش این جمله که بوته نمیسوخت نشون میده که خود بوته مشتعل نبود. آتش در بوته بود. اما در واقع از بوته نبود. حالا این یعنی چی و چه ارزشی داره خب این نشون میده که آتشی که موسادید مستقل از بوته بود از بوته به عنوان سوختش استفاده نمی کرد برای همین نمی سوخت آتشی که موسادید با قدرت خودش مشتعل بود از خودش تولید میشد نه از سوختن بوته پس در اینجا به وضوح یک نمونه کتاب مقدسی از چیزی رو داریم که تئوفانی مینامیم و کلمه تئوفانی یعنی ما بخش اول کلمه یعنی تاو رو داریم که از کلمه تئوس برای خدا میاد و بخش دوم فانی برگرفته از فان او هست که یعنی ظاهر شدن، خدایی که ما پرستش می‌کنیم روحه، او نادیدنی هست. ذات نادیدنی او نمی‌تونه با چشم انسانی دیده بشه، اما زمانهایی در تاریخ نجات هست که خدای نادیدنی خودش رو به وسیله نوعی تجلی بسری قابل رویت میکنه و این چیزیه که اینجا با این تجربه باهاش مواجه میشیم حالا در الهیات، بوته‌ای که در داخلش آتشه، ولی آتش بوته رو نمی‌سوزونه، عمل کانترا نتورم هست، عملی که کانترا نتورم هست. کانترا یعنی بر خلاف و نتورم یعنی طبیعت. پس این عملی که موسی بهش نگاه میکنه کاملاً بر خلاف طبیعته. یک پدیده طبیعی نیست. یک پدیده مافوق طبیعیه. معمولاً کانترا نتورم برای توصیف چیزی به کار میره که ما معجزه آسا می نامیم. من معتقد نیستم که این ضرورتا معجزه‌ای بود که او شاهدش بود بلکه این یک واقعیت مافوق طبیعی بود و چیزی که او آشکار و ساده در این آتش میدید تجلی قابل رویت جلال خدا بود ما در کتاب مقدس درباره ظاهر بیرونی جلال خدا میشنویم و این رو جلال شکینا مینامیم جلالی که درخشانه جلالی که از وجود خدا میتابه اونقدر قدرتمند و پر جلاله که هر کسی رو که باهاش برخورد کنه فرا میگیره من میخوام ببینیم که در سراسر تاریخ نجات در مقطعهای زمانی بسیار مهم در لحظات بسیار مهم خدا خودش رو از طریق جلال شکینا ظاهر می کرد که عمدتا از طریق نوعی آتش آشکار می شد و می خواهم امشب زمانی رو به این اقتصاص بدم که به بعضی از این قسمت ها نگاه کنیم مخصوصاً به عهد عتیق اما نه منحصرا در اونجا جایی که جلال شکینای خدا را می‌بینیم، که از وجود درونی کامل قدوس و متعال خدا جاری میشه بیاید یک لحظه به کتب پنجگانه مراجعه کنیم به باب پانزدهم پیدایش جایی که در پیدایش گزارش گفتگوی خدا با ابراهیم رو می‌بینیم که به او وعده داد که پدر ملت بزرگی خواهد شد یادتون باشه که ابراهیم توسط خدا فراخوانده شد و خدا گفت من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو و ابراهیم گفت چه اجری می‌تونی به من بدی او یکی از ثروتمندترین مردان دنیا بود او گفت من همه این چیزها رو دارم اما وارثی ندارم پسری ندارم وارث من خادم من ایل آزر دمشقی است و خدا گفت نه 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 ایل آزر وارث تو نخواهد بود بلکه پسری از صلب تو به تو میدم زن تو در پیری پسری به دنیا خواهد آورد و او پدر ملت عظیمی خواهد شد و ما بقیه مفاد این عهد رو میدونیم به ما گفته میشه که ابراهیم به خدا ایمان داشت و برای او عدالت محسوب میشد اما وقتی خدا همه چیزهایی رو که میخواست برای ابراهیم انجام بده اعلام میکرد ابراهیم چالش های اساسی رو داشت که همه ما در چنین شرایطی داریم پس به خدا گفت این رو از کجا بدونم از کجا بدونم که حتما این اتفاق میفته خب فکر کنم من به جماعت سنت اندرو در یک موقعیت دیگه گفتم که یکی از عجیب ترین پدیده هایی که در مسیحیت میشناسم اینه که وقتی به یک کنفرانس میرم و یک سخنران بین سخنران های دیگه هستم بعدش مردم میان و از من میخوان کتاب مقدسشون رو امضا کنم انگار من کتاب مقدس رو نوشتم خب این یک درخواسته و من سعی میکنم انجامش بدم اما اونها نه تنها امضا میخوان بلکه از من میخوان آیه زندگیم رو بدم نمیدونم این ایده از کجا آمده. یعنی چطور میتونید یک آیه رو از کل کتاب مقدس بردارید و اون رو آیه زندگیتون بکنید کل کتاب مقدس آیه زندگی ماست اما مردم این رو میخوان و وقتی من کتاب مقدس ها رو امضا میکنم کمی بازیگوشی میکنم و آیه رو مینویسم پیدایش 15 هفته رو می و مردم تشکر میکنن و میرن. معمولا نیم ساعت دیگه برمیگردن و میپرسن اشتباهی این آیه رو نوشتی؟ من میگم نه و اونها میگن خب من رفتم و به این آیه‌ای که گفتید آیه زندگیتونه نگاه کردم و برای من هیچ مفهومی نداره. بعد من زمانی رو صرف توضیح دادن به اونها میکنم. پس بذارید آیه 17 از پیدایش 15 رو بخونم. و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد تنوری پر دود و چراغی مشتعل از میان آن پاره ها گذر نمود من به مردم میگم اگه در زندان حبس بشم و در سلول انفرادی باشم و فقط یک آیه از کتاب مقدس در دسترسم باشه این آیه هست که من میخوام مردم طوری به من نگاه میکنند که انگار دیوانم اینجا چه خبره تو به سراغ این آین زننده میری که خدا به ابراهیم فرمان میده همه این حیوانات رو از وسط نصف کنه این آشفتگی خون آلودی که حیوانات رو مثل راه رو در راه میذاره مثل دعوت به مبارزه و بعد در رویای شب این ترس وحشتناک بر ابراهیم میاد و هم میگه در این تاریکی در این خواب ابراهیم تنوری پر دود و چراغی مشتعل رو دید که از میان آن پاره ها گذر نمود خب معلومه چه خبره خب شاید برای همه خیلی واضح نیست اما برای من واضحه که اینجا چه خبره در این متن این عهد بستن هست که خدا از طریق رویای آتش یک چراغ تنور مشتعلی که در واقع از بین تکه ها عبور میکنه به ابراهیم نشون میده و این رویای شکیناست در این رویا خدا بین تکه های حیواناتی که از وسط نصف شدند عبور میکنه و خدا به طرز چشمگیری به ابراهیم میگه ابراهیم تو از کجا میدونی کاری رو که گفتم انجام میدم از اینجا میدونی من به چالش دعوت میکنم و به تو میگم اگه نتونم به وعده‌ای که به تو دادم وفا کنم باشه که من مثل این حیوانات بشم. از وسط به دو نیم بشم. باشه که خدای تغییر ناپذیر متحمل تغییر بشه. باشه که ابدی موقتی بشه. غیر فانی فانی بشه. ابراهیم من سر قبر مادرم با تو سوگند نمیخورم. من به وجود خودم سوگند میخورم. وقتی به تو این تعهد رو میدم اولویتم رو وسط میذارم و نویسنده ابرانیان در عهد جدید از این استفاده میکنه جایی که میگه چون به بزرگتر از خود قسم نتوانست خورد به خود قسم خورد و این سوگند با آتش بود سوگندی که با جلال شکینا نشون داده شد که در تاریکی شب بر ابراهیم نمایان شد حالا اینجا ابراهیم و موسا رو داریم که هر دو تجربه رویا با شکینا رو دارند جلال خدا در این آتشی که زندگیشون رو تغییر میده جلوتر به عهد جدید برید و به کتاب اعمال میریم جایی که پولس رسول در جاده دمشق تجربه ایمان آوردنش رو داره در اعمال 9 این کلمات رو میخونیم اما سولس هنوز تهدید و قتل بر شاگردان خداوند همی دمید و نزد رئیس کهنه آمد و از اون نامه ها خواست به سوی کنایسی که در دمشق بود تا اگر کسی را از اهل طریقت خواه مرد و خواه زن بیابد ایشان را بند بر نهاده به اورشلیم بیاورد و در اسنای راه چون نزدیک به دمشق رسید ناگاه نوری از آسمان دور او درخشید وقتی بعدا این رو در مقابل پاس به یاد میاره اضافه میکنه در وقت ظهر نوری را از آسمان دیدم درخشنده تر از خورشید که در دور من و رفقایم تابید و چون همه بر زمین افتادیم حاطفی را شنیدم که مرا به زبان ابرانی مخاطب ساخته گفت ای شاول شاول چرا بر من جفا میکنی؟ و او گفت خداوند تو کیستی؟ و خداوند گفت من عیسی هستم که تو بر من جفا میکنی تو را بر میخال لگت زدن دشوار است پس او با حیرت و لرزان گفت خداوندا از من میخواهی چه کار کنم؟ امیدوارم این تشابه رو اینجا نادیده نگرفته باشید. وقتی خدا بر موسی ظاهر شد با تکرار اسمش او رو صدا کرد. بعدا در روزهای آینده در این مورد نظرم را خواهم گفت. وقتی از بوته مشتعل به او میگه موسا موسا حالا وقتی جلال شکینا بر شاوله ترسوسی ظاهر میشه دوباره این صدا از میانه جلال تابناک و درخشان میاد. و به او میگه ای شاول شاول چرا بر من جفا میکنی و این همون لحظه و ملاقاتی هست که زندگی پولس رو دگرگون میکنه و اون رو بزرگترین رسول تاریخ کتاب مقدس میکنه چه اتفاقی افتاد پولس چی دید او در برابر جلال خدا دوید در برابر تشش شکوه و زیبایی شکینا حالا این در جاهای دیگه هم اتفاق میافته اما اجازه بدید یکی از اونها رو که همه شما باهاش آشنایید یادآوری کنم این نه تنها با دعوت موسی و دعوت شاول یا وعده ابراهیم همراه بود بلکه با لحظه تولد عیسی همراه بود عجیبه که جلال شکینا در غار نبود در آخور نبود با مریم و یوسف نبود در بوته خاری در دشتهای بیرون بیت لحم ظاهر شد که شبانان در اونجا از گوسفندانشون مراقبت میکردند و ما در روایت کریسمس که توسط لوقا نوشته شده میخونیم که جلال خدا در اطراف اونها نمایان شد و من ترجمه قدیمی رو دوست دارم و به قایت ترسان گشتند وحشت کردند پس فرشتگان باید اونها رو آروم میکردند و میگفتند ما ترسید <تص> فرشته خداوند با این نمایش قابل رویت جلال شکینا که باید همه ما را بلرزونه به اینجا میاد. به هر حال اونها گفتند زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما میدهم. که برای جمیع قوم خواهد بود که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده ای که مسیح خداوند باشد متولد شد. ما می‌خوایم در هفته‌های آینده بررسی کنیم که این جلال شکینا چطور زندگی موسی، زندگی شاول و همچنین زندگی ابراهیم و کل تاریخ دنیا رو در بیت لحم تبدیل میکنه. این فقط مربوط به خدای پدر نیست. بلکه در رابطه با شخص دوم تسلیس قابل درک و جدایی ناپذیره هر وقت خدا در تئوفانی با جلال شکینا ظاهر میشه ما فقط با خدای پدر روبرو نیستیم و من امیدوارم دفعه بعد با هم ببینیم که نهایتا چیزی که نشون داده میشه جلال ذاتی و ازلی خدای پسره پس قضیه این نیست که در اون بوته چی بود بلکه چه کسی در اون بوته بود چه کسی با موسی صحبت میکرد قرنها پیش از اینکه موسی در کوه تبدیل هیئت باهاش صحبت کنه چیزی که به وضوح مهمترین نمایش جلال شکینا در عهد جدید بود جایی که این بوته از درون مشتعل بود ولی خود بوته نمی سخت. پس در تبدیل هیئت ایسا جلالی که اونجا روی کوه نمایان شد یک انعکاس نبود بلکه جلالی بود که از الوهیت پنهان او ظاهر شد چون عزیزان هر جایی که شکینا هست خدا هست